حکومت چین گفته است که اقدامات ایالات متحده در قبال تایوان و آبهای جنوب چین به سختی می تواند که شرایط را برای ادامه ثبات در منطقه مساعد سازد. بیجینگ این اظهارات را در واکنش و سخنان امروز پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده ابراز داشت. پاتریک شانهان دیدگاه های نادرستی را اظهار کرده و لحن کهنه را در مورد موضوع تایوان و آبهای جنوب چین تکرار می کند. ما به صورت قاطع مخالف آن هستیم. پاتریک شانهان که امروز در کنفرانس امنیتی شانگریلا صحبت می کرد، گفت که واشنگتن رفتار چین را نادیده نخواهد گرفت. سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده این سخنان را به دنبال اقدام اخیر چین مبنی بر جابجا ساختن تجهیزات پیشرفته نظامی در جزایر خودساخته آن کشور در منطقه ابراز داشت. من در مورد بعض از اظهارات خود معذرت خواهی نخواهم کرد، ولی ما رفتار چین را نادیده گرفتن نمی توانیم. فکر می کنم در گذشته مردم در مورد این موضوع محتاطانه عمل می کرد. این به معنی رویارویی نیست، بلکه به معنی صحبت واضح و یک دیالوگ است. پاتریک شانهان همچنان از تعهد واشنگتن در قبال هند و پاسیفیک یا منطقه هند و اقیانوس آرام نیز اطمینان داد. سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده گفت که هیچ کشور نمیتواند این منطقه را تحت تسلط داشته باشد. منطقه هندو پاسیفیک برای ما اولویت دارد. ما در این منطقه سرمایه گذاری می کنیم. ما برای شما و با شما سرمایه گذاری می کنیم. در کنفرانس شانگریلا، موضوع خلع سلاح اتمی کره شمالی نیز مورد بحث قرار گرفت. جیانگ یونگ دو، وزیر دفاع کره جنوبی، از جامعه جهانی خواست تا پیانگ یانگ را برای خلع سلاح اتمی تشویق کند. جامعه جهانی ضرورت دارد که به کره شمالی این اطمینان را دهد که تصمیم خلع سلاح اتمی یک تصمیم درست است. از جانب هم، تاکیشی آیوایا، وزیر دفاع ژاپن خواستار افزایش نظارت بر کره شمالی شد. در حالی که تلاش های منطقی خود را به خاطر حصول اطمینان از تطبیق کامل تعزیرات تقویت می دهیم، ضرورت داریم که نظارت جهانی را بر کره شمالی افزایش دهیم. در عین حال، فدریکا موگرینی رئیس مش خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت که باید به کره شمالی ضمانت های امنیتی داده شود تا پیانگ یانگ این اطمینان را حاصل کند که هدف با جز از خلع سلاح اتمی و تأمین صلح در شبه جزیره کوریا چیز دیگری نیست. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.